بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بزرگ. شارده عزیز، عرض سلام دارم خدمت یک و یکتان. امیدوار هستم که همه شما سلامت و صحتمند باشین و آماده باشین تا یک درس جدید را از بیولوژی صنف نهم بیننده باشین. در درس قبلی شارده عزیز فصل جدید آغاز کردیم، فصل نهم کتابتان را، که در رابطه با مشکلات محیط زیست و راه‌های حلش بود. و اولین موضوعی که بررسی کردیم آلودگی هوا بود، بعد از اینکه البته آلودگی ها را تعریف کردیم، انواع آلودگی را گفتیم که منشأ محیطی دارن، منشأ طبیعی دارن و یا هم منشأ انسانی دارن، که آلودگی های طبیعی و غیر طبیعی میگفتیمشان. و بعد در رابطه با آلودگی هوا بحث کردیم، گفتیم آلودگی هوا ای است که اگر یک یا چند مواد آلوده کننده با غلظت معین و برای مدت معین در داخل هوا قرار بگیرن، به نحوه که بتونن صدمه برسانن، زیان برسانن به انسانها، نباتات، حیوانات و اشیا و کیفیت هوا را پایین بیارن، این را گفتیم که آلودگی هوا میگن. و برای شما عمده ترین مواد آلوده کننده را گفتیم که وارد باشه، یعنی عواملی که باعث ایجاد آلودگی هوا میشن، استفاده از کارخانجات صنعتی و دودی که ایجاد میشه، دود موترها و وسایل نقلیه، همچنین مواد کیمیایی که در کارخانجات و فابریکجات ساخته میشن و موادی که در اثر سوخت‌های فسیلی وارد هوا میشن که گازات متعدده بود و امروز این گازات بیشتر برای شما معرفی میکنیم. دود و گازاتی که تولید میشن در اثر فابریکه ها و وسایل نقلیه، کدام دودها و کدام گازات هستند؟ دقت کنید شاید عزیز، گازاتی که آلوده کننده است برای شما میگیم، عمده ترین گازاتی که باعث ایجاد آلودگی میشه عزیز، گاز کاربن دای اکساید هست که در اثر سوخت های فسیلی و سوخت هایی که در کارخانجات و کوره ها ایجاد میشه، این گاز وجود میاد. کاربن مونو اکساید نوع گاز دیگه هست که این گاز هم گاز کشنده تنفسی در حقیقت، که اگر غلظتش در هوا و در یک محیط بسته زیاد باشه، باعث مسمومیت تنفسی و کشتن یک انسان میشه. گازهای دیگر مثل سلفر دای اکساید و که در رابطه با سلفر دای اکساید برای شما شاید عزیز توضیح خواهد دادیم که این گاز هم میتونه بر انسانها تأثیر منفی داشته باشه و هم روی نباتات باعث ایجاد بعضی از ایجاد لکه ها بشه در برگ نباتات. اکساید های نایتروجن هست که میتونه چند نوع باشه، که در رابطه با اکساید های نایتروجن هم با صحبت خود کردیم. و همچنین بعضی از هایدروکربن ها که اینها هم انواع گازات آلوده کننده هستند که شاید عزیز وارد شدن هر کدام از اینا به داخل هوا و در ترکیب هوا میتونه که بسیار اثرات منفی داشته باشه و باعث صدمات و زیانهای زیاده بر انسانها، نباتات، حیوانات و حتی بر روی اشیا و ساختمانها شوه. خب هر مقدار از این گازات شاید عزیز غلظتش در هوا، میزانش یا غلظتش بالا بره، به همون مقدار میتونه که تأثیرات منفی بیشتر بگذاره و صحت انسانها و سالم بودن نباتات و حیوانات را هم به خطر مواجه بسازه. یک مثال را برای شما بزنیم در میان این گازهایی که اینجا نوشته کردیم، در رابطه با سلفر دای اکساید بحث میکنیم که این گاز چه آثار منفی میتونه که بر محیط زیست بگذاره، بر انسان‌ها و حیوانات بگذاره. خب اولا بدونیم که سلفر دای اکساید شاید عزیز از سوختن زغال سنگ ایجاد میشه. پس در اثر استعمال زغال سنگ به عنوان یک ماده احتراقی و برای گرم کردن محیط، و یا هم زغال سنگی که در کارخانجات و کوره ها استفاده میشه، میتونه که باعث تولید گاز سلفر دای اکساید شود، که تنفس گاز سلفر دای اکساید برای انسان ها میتونه که تخریش کننده بینی باشه، تخریش کننده چشم باشه و همچنین وارد شدنش به داخل شش حتی باعث تخریش انساج داخل شش ها و در نهایت اگر غلظت این گاز زیاد باشه، باعث مرگ انسان ها خواهد شد. پس بیاییم که در رابطه با سلفر دای اکساید عنوان جدیدی را بنویسیم و اثرات منفیش را بررسی کنیم.
خب سلفر دای اکساید گفتیم که منشأش از زغال سنگ هست و سلفر دای اکساید میتونه که در انسان باعث این عوارض بشه، تخریش چشم، تخریش بینی و ششها و همچنین با غلظت زیادش میتونه باعث مرگ در انسان‌ها شود که میبینین خیلی خطرناک هست. و مسئله دیگه ای که سلفر دای اکساید گفتیم روی نباتات هم اثر منفی داره، پس در نباتات ببینیم که چه اثرات منفی را خواهد داشت سلفر دای اکساید. ببینید شاید عزیز، ما در درس‌های قبلی به شما گفتیم که نباتات، برگ‌های نباتات دارای روزنه‌ها یا استوما هست، استوماتا که مجموعه روزنه‌ها را میگیم، هزاران و میلیون‌ها سوراخ‌های کوچک در برگ‌ها وجود دارن، سوراخ‌های میکروسکوپیک که از طریق سوراخ‌ها تبادله گازات نباتات انجام میتن. نباتات به خاطر فتوسنتز باید کاربن دای اکساید از محیط بگیرن و اکسیژن را به محیط بتن. در نتیجه وقتی که در هوای محیط گاز سلفر دای اکساید موجود باشه، از طریق همین سوراخ‌ها یا روزنه‌ها وارد نباتات میشن و بعد میتونن که در موجودات رطوبت همراه با آب میتونن که تیزاب گوگرد یا H2SO3 را بسازن. در موجودیت رطوبت تیزاب گوگرد یا H2SO3 را بسازن که این H2SO3 شده عزیز میتونه که، یا همون تیزاب گوگرد، ماده هست که میتونه تأثیرات خیلی منفی رو بر روی نباتات بگذاره. چند اثر منفی روی نباتات داره، یکی از اثرات پژمردگی نباتات هست و دیگه از بین رفتن حجرات هست در برگ‌ها و ایجاد لکه‌های زرد هست. پس تیزاب گوگرد شاده عزیز چند تا اثر منفی میتونه داشته باشه که من اینجا به شکل جداگانه برای شما نشته میکنم. تیزاب گوگرد میتونه باعث پژمردگی در نباتات بشه، باعث نابودی حجرات بشه و در نهایت ایجاد لکه های زرد در برگ نباتات شود. میرین پس فقط ما در مجموع او گازات آلوده کننده هوا فقط روی سلفر دای اکساید بحث کردیم. در انسان خطرات جدی را داشت و حتی باعث مرگ. در نباتات میتونه که در موجودیت رطوبت ترکیب را به نام عرض کنیم که تیزاب گوگرد یا سلفر به اصطلاح H2SO3 را بسازه که این ترکیب میتونه که باعث پژمردگی نباتات، از بین رفتن حجرات و همچنین باعث ایجاد لکه‌های زرد در برگ نباتات شود. خب اما روی اشیا چه تأثیراتی داره؟ تأثیرات سلفر دای اکساید در اشیا چه رقم شده عزیز؟ ببینین وقتی که سلفر دای اکساید در هوا ساخته شد در اثر موجودات سلفر در هوا و رطوبتی که ایجاد میشه و یا هم بدون از او، خود سلفر دای اکساید گاز هست که میتونه باعث فرسودگی ساختمان ها و فرسودگی فلزات در کره زمین بشه. پس ببینین دو تا اثر منفی داره، یکی فرسودگی ساختمان هاست و دیگه فرسودگی فلزات هست، یعنی هم روی فلزات تأثیر منفی داره و هم روی ساختمان ها و دیوار ها و خلاصه نمای ساختمان ها. خب این به اصطلاح صدمات یا زیان هایی بود که فقط از گاز سلفر دای اکساید میتونست که روی انسان، نبات و اشیا ایجاد بشه که بنابراین میبینین که این سلفر دای اکساید چقدر خطرناک است. گاز است که در اثر سوختن زغال سنگ ایجاد میشه و متاسفانه در کشور ما سال به سال استفاده از زغال سنگ به خصوص در زمستان ها افزایش پیدا میکنه. خب بیایم در رابطه با یک گاز دیگه صحبت بکنیم که میشناسینش، گاز کاربن دای اکساید که به شکل طبیعی هم شده عزیز این گاز به میزان مشخص و با غلظت معین در ترکیب هوا موجود هست و
نباتات برای انجام عملیه حیاتی فتوسنتز میتونن که از گاز کربن دی اکساید استفاده بکنن. اما اگر غلظت گاز کربن دی اکساید از میزان معینش در هوا زیاد بشه میتونه بسیار آثار منفی را داشته باشه. پس گاز کربن دی اکساید ببینیم که چه تأثیراتی را میتونه داشته باشه، البته اگر گفتیم غلظتش بیش از حد بشه. یادتان باشه خیلی عزیز که در میان او گازات آلوده کننده که بیشتر براتون نشون کردیم، عمده ترینش گاز کربن دی اکساید است، یعنی بیشتر از هر گاز دیگری گاز کربن دی اکساید یک آلوده کننده مهم و خطرناک حساب میشه برای محیط زیست. عمده ترین اثری که میتونه داشته باشه برای عزیز باعث گرم شدن کره زمین میشه. پس گاز کربن دی اکساید اولا یک آلوده کننده مهم و اصلی هست و عمده ترین اثری که میتونه داشته باشه روی محیط زیست برای عزیز گفتیم میتونه باعث گرم شدن کره زمین شود. گرم شدن زمین که خب گرم شدن زمین یعنی بالا رفتن درجه حرارت کره زمین، خودش میتونه که روی تمام مخلوقات، تمام موجودات زندگی که در کره زمین هستن تأثیرات منفی خودش داشته باشه. بعضی ببینین چی رقم الان میخوایم بیایم تشریح کنیم که کربن دی اکساید چی رقم باعث گرم شدن کره زمین میشه. بخش از گاز کربن دی اکساید شورده عزیز توسط نباتات جذب میشن و در عملی فتوسنتز و ساختن مواد غذایی استفاده میشن. قسمت دیگرش به دور دور زمین قرار میگیرن و یک طبقه گاز کربن دی اکساید را ایجاد میکنن و زمانی که حرارت آفتاب به کره زمین میرسه یک مقدارش توسط زمین جذب میشه، توسط آب، توسط نباتات استفاده میشه، جذب میشه، باعث تبخیر آب میشه در دریاها و مقدار دیگهش دوباره منعکس میشه، به سمت بالا منعکس میشه. وقتی که ما گفتیم یک طبقه از گاز کربن دی اکساید در اطراف کره زمین ایجاد بشه، از بالا رفتن حرارت جلوگیری میکنه، یعنی اجازه نمیده که اینمی حرارت که در کره زمین آمده بود در اثر تابش خورشید، این حرارت که منعکس شده لایه از گاز کربن دی اکساید اطراف کره زمین رو میگیره و از بالا رفتن و خارج شدن این حرارت جلوگیری میکنه و اجازه نمیده که از سطح زمین بالاتر برن. در نتیجه گاز کربن دی اکساید باعث میشه که حرارت در کره زمین بمانه و به تدریج باعث بالا رفتن درجه حرارت اتمسفیر شود. اتمسفیر همون طبقه هوایی است که در کره زمین هست و در نتیجه سبب چی میشه؟ سبب بالا رفتن درجه حرارت میشه که ما اینو پدیده رو میگیم گرم شدن کره زمین. دقت کردید؟ پس خود به طور خلاصه میتونیم بگیم گرم شدن کره زمین در اثر اینمی فعالیتایی که گفتیم انجام میشه. به ترتیب این مراحل انجام میشه. ببینین نشان میکنیم که یک طبقه از کربن دی اکساید در اطراف زمین ایجاد میشه، یک طبقه دور تا دور زمین را میگیره و این طبقه مانع از خروج حرارت از زمین میشه، اجازه نمیده که حرارت از کره زمین خارج شه و بالاتر بره و در نتیجه باعث گرم شدن اتمسفیر میشه که نهایتاً پدیده وجود میاد به نام گرم شدن کره زمین که برای شما شارده عزیز در درس آینده خواد گفتیم که این پدیده چقدر، البته در صنوف بالاتر منظورم هست، توضیحات بیشتر در صنفهای دیگر شما خواد خواندیم که این پدیده میتونه که باعث وارونگی یا سرچپگی درجه حرارت زمین بشه، باعث یخ شدن ارز کنیم که یخهای قطب شوه، یخچال‌های بسیار بزرگ و یخ‌هایی که در قطب شمال هست، اینها را میتونه که ذوب بکنه و در نتیجه سطح آب بالا بیاد و خلاصه یک عالمه مشکلاتی که بعداً خلق خواهد شد. خلاصه درس شما امروز شارده عزیز این بود که ما امروز در مورد آلودگی هوا صحبت کردیم و گفتیم که
عمدترین آلوده کننده های هوا عبارتند از گازات مثل اکساید های نایتروژن، سلفر دی اکساید، کربن مون اکساید. و در مورد سلفر دی اکساید صدمات شبرتان گفتیم که روی انسان، نبات و اشیا چه خطرات و آثار منفی میتونه داشته باشه. و در مورد گاز کربن دی اکساید گفتیم که عمدترین آلوده کننده هوا هست و این گاز باعث گرم شدن کره زمین میشه، به خاطر از اینکه یک لایه و یک طبقه ای را دور تا دور زمین ایجاد میکنه و از بالا رفتن حرارت و خارج شدن حرارت از کره زمین جلوگیری میکنه و باعث یک عالم از مشکلات و آثار منفی ناشی از گرم شدن کره زمین هست که بسیار زیاد هست، آثار منفی گرم شدن کره زمین. بخش آخر درس شما شارده عزیز بخش کار خانگی هست. لطف میکنین کار خانگی را در کتابچه مخصوص بیولوژی خودتان یادداشت میکنین و جوابایش را پیدا میکنین و یادتون باشه که کار خانگی شما بعد از پایان قرنطین مورد ارزیابی قرار میگیره و نمره داده میشه. پس با دقت تمام کار خانگی تانه بنویسین و انجام بدین. سوال اول شارده عزیزی است که عمدترین گاز آلوده کننده هوا کدام است؟ سوال دوم، در اثر سوختن زغال سنگ کدام گاز خطرناک تولید میشه؟ و سوم، کربن دای اکساید چگونه باعث گرم شدن کره زمین میگردد؟ سه تا سوال مهم از متن درس که انشاءالله شما با دقت تمام باید با مطالعه درس به این سوالات پاسخ بدین. خب شاید عزیز، درس ما به اتمام میرسه. از توجه شما تشکر میکنم. تا یک درس جدید با شما خداحافظی میکنیم. خداوند حافظ و نگهدارتان.